روز روشن چاقو تو شکم دختر مردم میکنن و میذارن میرن. بریم. آب شده و رفته تو زمین، باید پیداش کنیم. چی کار میکنیم مشتاقا؟ بابا این فضل کبوتره توی اون انباری رفته زیر کفش، مثل فضله کبوتر میمونه. فضله کبوتر نه اینجاست، نه خونه خودش، این هم آدرس خونه پدری زنش. باریکلا. نه خوشم اومد ازه یارو کارگره رو فرستادی پایین ببینی کسی خفگیرش میکنه یا نه، از پلیس خبری هست یا نه. خبری نیست، امن و امانه. قلش بده بیاد. فقط به یه دلیل شایسته رو نکشت، چون جای شمشار رو نمیدونست. شب عروسی دزدیدیش. شایسته فکر میکرد دزدیدنش کار کاوه است. این بازی روانی رو کیانوش را انداخته بود تا جای شمشار رو دراره، چون میدونست تنها نقطه ضعف شایسته رویاست. ولی جای شمشار رو دروغ گفت. چرا؟ شایسته با فرستادن تو و پرده یاقوت به اون زیر زمین شما رو به مسلخ فرستاد. وقتی دید همه چی از دستش رفته، تو رو هم با خودش کشید پایین. میدونی چرا؟ چون اونقدر باهوش بود که تو همون لحظه های آخر بفهمی که همه این بازی ها کار توه. حالا که از جای شمشا خبر داره؟ نمیدونم، نمیدونم. من فقط یه اشتباه کردم. اسم کیانوش، اونم از دهنم پرید. فاصله کیانوش، کاوه با دخترت یه عجب. شایسته ما رو فرستاد تو مسلخ. یه غیر از تو و سمسامی و پسر دخترش که بذاریم کنار، کی میمونه؟ ها؟ فقط یه نفر، مادرت فلور، درسته؟ پسرتون سر داره، درسته؟ فکر دسیسه درست بود. پسرتون دسیسه گر جون برادرتون بود. انگار عالم آدم دارن دسیسه میچینن برام. انگار قرار خوردشم. یه چیزایی معلومه، اینکه شایسته ترسیده بود از کیانوش، از دسیسه، از یه دروغ تازه. میره توی اون زیر زمین. اینکه چه وقت رفته سراغ شمشا، قطعا قبل از مرگ بهزاد کیانتون زیر زمین بوده. چرا که اگه بعدش بود، به خاطر اینکه پلیس اونجا رو تحت نظر داشته، حتما دستگیر میشد. با شمشا میاد پیش شما. میدونم شما از چیزی خبر نداریم. حداقل تا این آخریا که شایسته هر روزون میاد پیشتون و همه چیزو تعریف میکنه.
یه چیز خبر داریم. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون.
لطفا از اتاق بریم بیرون، میخوایم لباساشو عوض کنیم. سرتو پایین ننداز پسرمون، شنیدنی ها تموم شده، سرتو بگی بالا برا دیدن. پدرم دیدنی شده، خواهرم دیدنی شده، خودم دیدنی شدم. دکتر میگه باید پدرتو منتقل کنی به تیمارستان روانی. قدیما بهش میگفتن دارالمجانین. خطاهای بابام رو شده، گناهش در مورد مادرتو، اصل کلاهبرداری، همه چی رو شده. اصلا حرف حساب کتاب شده که اومدم پیش تو. حالا که همه چی رو شده، فقط یه حساب مونده، یه چیز رو نشده. ببینم کاوه، چجوری چرت که انداختی که حساب کتاب بابام با رویا قاطی شد؟ ها؟ چجوری حساب کردی که
جوابش له کردن رویا شد. از عروس ماتم زدت خبر داری؟ گردن کلوف، رویا باید تاوانی چی رو پس بده؟ آدم باید به چه مرحله‌ای برسه که لایق وق زدن تو صورتش بشن؟ پدر خطا میکنه، دختر باید تاوان پس بده. چرا؟ دلت خنک شد. تو رو به اون خدا قسمت میدم دلت خنک شد. خیلی خوشونت تو روحیه من نیست، اما کاوه قبول کن مستحق خیلی بیشتر از یه سیلی هستی. ببین کاوه، اومدم اینجا بهت بگم که طلاق خواهرم رو ازت میگیرم. اومدم اینجا بهت بگم من نقطه ضعف ندارم. اومدم اینجا بهت بگم مثل بابام خطا نکردم که صدام در نیاد. اگه دوروبر خانوادم ببینمت، تمام این شهر رو به صدا در میارم. بزرگ شدم نرگس جون. ماه شدی. اما بابام دیگه خودش نیست. نه خود خوبش، نه خود بدش. ولی تو خود خودتی، از اشکای داغت میفهمم. خود خود راستگو، خود خود مهربون، عینکی مهربون، مرد عینکی مهربون. سر بلند کن پسر، سر بلند کن جیگر گوشه ناهید. سر بلند کردن که کار زیادی نیست. سر بلند کن، نگاه کن این آقا پسر رو. مرد شدی، بزرگ شدی، شونهاتو قوی کن بابک. تو مرد اون خونه ای، چون مرد اون خونه ای بهت میگم. اینقدر بالای سر خواهرت وایسا تا خوشبختیش رو ببینی. خوشبختش کن، اونقدر خوشبخت که فکر کاوه مثل اون بادبادکای حسیری که تو بچگی درست میکردین و میفرستادین هوا، میرفت و میرفت تبدیل میشد به یه نقطه. این آقا پسرم برای رویا تبدیل بشه به یه نقطه، یه نقطه بیمقدار. تو برو بابک،
برو خانواده تو جمع جور کن. بدون مرد خانواده دستش بالا نمیره، صداش بالا نمیره، حرص و بخل از زندگیش بالا نمیره، دستیسه چینی نمی کنه، دل نمیشکنه. پشبند تو این کاوه باید از اینجا بره. بعضی مردا مرد به دنیا میان، بعضی مردا روزگار مردشون میکنه، بعضی مردا روزگار نامردشون میکنه. کاوه تو جایی تو این خونه نداری، هیچ جا جا نداری. مردی که روزگار نامردش کرد محرم هیچ خونه ای نیست، حتی خونه خودش. واسه خوردن دوش میگیری؟ پرونده پزشکی شایسته داخل پوشه است جناب بازپرس. طبق نظریه پزشکان دچار اختلالات روحی روانی شده. نظریه پزشکی قانونی رو برای قاضی میفرستیم. این قبض رسید 110 میلیونی چیه؟ این پول که توسط احمد رضا بابایی به صندوق قرض‌الحسنه یه مسجد ریخته شده در واقع پول شایسته است. احمد رضا بابایی طبق اعترافات کیانوش 110 میلیون تومان به مسجدی که روحانیش آشناش بوده و همشهریش بوده کمک میکنه، یعنی میخواسته کمک کنه و این پول از شایسته بگیره. شایسته در ابتدا مخالف بوده، اما بعد به پیشنهاد کیانوش این پول به احمد رضا داده میشه تا اعتمادش رو جلب کنه. بعد هم این پول توسط احمد رضا و به نامش به حساب مسجد ریخته میشه تا مشکل گشای اهالی محل بشه. 17 میلیون هم به خود احمد رضا وام داده بودن. یکی از نقشه‌های کیانوش این بوده که با استفاده از این دفترچه حساب پلیس رو متقاعد کنه که احمد رضا بابایی کلاهبرداره. اما این دفترچه با یه اتفاق ساده زودتر میرسه به دست کاوه بزرگمهر، یا بهتر بگم کاوه شایسته، و روالش عوض میشه.
تموم شد. تشنم نیست. بریم. باید با تاکسی بریم. چرا؟ والا شما یه ذره دیر کردین. این کولر ماشینم همچین خنک نبود. بهش ور رفتم. استارت خراب شد. مشتبه گفتی تا حالا چند بار رفتی خواستگاری به دختر ندادم؟ من با تاکسی میرم، تو با ماشین بیا. وقتی درستش کردی بیا. حالا دیگه شسته شده، پاک و منزه. انشالله که از جاش بلند میشه. از جاش بلند شده، نگاش کن، شاد و سربا. فقط باید سبک بال باشه که هست. شما هم سبکبال هستی؟ تو رو خدا شما دیگه ول کن خجسته خانم. شما دیگه منو نذار سینه دیوار. زمین و زمان زیر رو شده، اون وقت من شدم آدم بده. همه یادشون رفت. مادرم، مهری والا رو، مظلومیتشو، یتیمی منو، همه اینا به رویا ربطی داشت. شما احمد رضا بردین، از بازنده خبری ندارین. پس خودت قبول داری که باختی. آدم به آدم بودنش زنده است. وقتی انسانیتی نبود دیگه چه آدمی، چه بودنی؟ فاصله خوبی و بدی قد یه تار موه. وفای دنیا هم به ضخامت همون تار موه. نه هیچ وقت دنیا رو زیاد جدی بگیر، نه هیچ وقت زیاد شوخی. این که میگم دنیا رو جدی بگیر واسه اینی که خوبی ها و بدی های توش هست که جدیه. این که میگم دنیا رو جدی نگیر واسه این که اسیر کینه هاش نشی. کینه ها رو قالب یخ ببین دختر جون. نگاه گرم تو روش پهن کن تا که آب شه. توی این دنیای گذرا آدمیزاد مونس لازم داره، مثل کاوه که تو رو لازم داره، مثل تو که کاوه رو لازم داری. من توپ و تشر زدم، روندمش، روندمش که بیاد سمت تو. اون با عشق برمیگرده. وقتی اومد زود سلامشو علیک نگیر. کاوه عزاداره، عزادار همیشگی مادرش. Thank you.
صلی علی محمد و آل محمد. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. بهماد عفو خورده، بعد از 6 ماه دوشنبه آزاد میشه. خدا رو شکر. سلام. 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 بفرمایید. بیای تو. پای چشاتون گود افتاده اکرم خانم. زیر چشمای مادرم رو ندیدی؟ محسن کرکره مغازه بابامو داده بالا، مغازه روشنه، من میخوام این خونه هم روشن شه. من میدونم شما شیرینی خورده هستید، من از حیای شما خبر دارم، خبر دارم که عروسیتون رو نمیگیریم به خاطر مرگ پونه. نمیخوام تا سال پونه صبر کنید، میخوام را بندازین بساط عروسی رو. مامانم گفته اولین تحفه عروسیت این باشه. سلام. آی چی شده؟ آی کجاسته؟ پرستا وقتشه. آی چی شده؟ چی نیست؟ من خوریم.
چه آرام در خود شکستم، چه دلتنگ تنها نشستم، نشستم به هوای